با سلام مجدد، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفا چینل ما را سبسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. خبر فوری: وزارت داخله، قومندان امنیه میدان وردک به کابل فراخوانده شد. هیئت بررسی کننده وضعیت امنیتی بهسود یافته های خود را به وزارت امور داخله سپرده است. لطفا تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. وزارت امور داخله با نشر اعلامیه مطبوعاتی گفته است که هیئت بررسی کننده وضعیت امنیتی بهسود یافته های خود را به وزارت امور داخله سپرده است. هیئت مشترک امنیتی که هفته قبل به منظور بررسی وضعیت امنیتی بهسود میدان وردک به آن ولسوالی سفر کرده بود، در دیدار با متنفذین آن ولسوالی اوضاع امنیتی را از نزدیک ارزیابی نمود و نتیجه آن را به وزارت امور داخله سپرد. وزارت امور داخله در روشنایی یافته های هیئت متذکره موضوع وارد شدن تلفات ملکی در جریان تجمع بر باشنده های ولسوالی بهسود میدان وردک را به گونه جدی زیر بررسی دارد. در اعلامیه آمده است که در پیوند به همین بحث، رهبری وزارت امور داخله قومندان امنیه میدان وردک را به کابل فراخواند تا پیرامون موضوع بررسی صورت گیرد. در صورت اثبات هر نوع تخطی با افراد خاطی، در پرتاب قانون برخورد صورت خواهد گرفت. در اعلامیه وزارت داخله آمده است که رهبری نیروهای ملی امنیتی و دفاعی کشور اطمینان می‌دهد که نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی به عنوان نیروهای تنفیذ کننده قانون و تامین کننده امن و نظم عامه در جهت تامین امنیت مردم خود تلاش می‌کنند و به گونه بی‌طرفانه وظایف مقدس دفاع از افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم به پیش می‌برند. این در حالی است که تلو نیوز خبر داده است که درگیری در حصه اول بهسود اثر گرفته شده است. یک منبع میگوید که همزمان با پایان کار هیئت حقیقت یاب، درگیری هفته پیش میان نیروهای ویژه با افراد وابسته به علیپور، دو طرف بار دیگر در ولسوالی حصه اول بهسود و میدان وردک بعد درگیری های پراگنده متوسل شدند. یک منبع به تلو نیوز میگوید که این درگیری هنگامی آغاز شد که هیئت حقیقت یاب فرمانده پلیس را که در محاصره افراد علیپور قرار داشت از بهسود انتقال دادند. با گفته این منبع در درگیری های تازه دو تن از باشنده های بهسود زخم برداشتند. مرادعلی مراد، معاون پیشین وزارت دفاع ملی، در این باره گفت اگر درست و عاقلانه آنان تصمیم نگیرد و اینها را مجازات و محاکمه نکنند، دیگر ما با حکومت مرکزی نخواهیم بود. مهدی راسخ، نماینده مردم وردک در مجلس نمایندگان، نیز افزود عاملین این قضیه به دادگاه کشانیده شود و مطابق قانون و به اساس عدالت مجازات شوند. ایوب سالنگی، عضو هیئت حقیقت یاب رویداد بهسود، میگوید که قرار است نتیجه بررسی های آنان به زودی با مردم شریک ساخته شود. هر کسی که در این قضیه تقریبا حامل اصلی این مسئله باشد و پنجه قانون کشیده می شود و مجازات می شود. در درگیری هفته پیش نیروهای ویژه با افراد وابسته به علیپور در ولسوالی حصه اول بهسود، دست کم 12 تن جان باختند و 25 تن دیگر زخمی شدند. خانواده های قربانیان این رویداد در گفتگو با تلو نیوز خواستار بررسی عادلانه این درگیری شدند و نیز از حکومت خواستند که عاملان این رویداد را به کیفر برساند. زهرا که یک پسر جوانش را در درگیری های هفته پیش در بهسود از دست داده است، ادامه میکند که پسرش از سوی نیروهای دولتی به رگبار بسته شد و عاملان این رویداد باید شناسایی شوند و به کیفر برسند. بچه من بیگناه شهید شد، مادر تو چی کند؟ و پسرش به سرنوشت مانده است. در رویداد بهسود نیروهای دولتی افراد وابسته به علیپور را عامل تلفات و غیر نظامیان می دانند. اما علیپور نیروهای ویژه را متهم می سازد که معترضان را برگبار بستند. خانواده های قربانیان انتظار دارند که هیئت حقیقت یاب حکومت رویداد بهسود را عادلانه بررسی کند. احسان از دیگر نزدیکان قربانیان گفت سه ولایت را گردش میکنی، سهم ما را مصرف میکنی، تل در تانگ و رنجر میاندازی، از آنجا میایی، چرا میایی و امنیت مردم را تامین نمیکند.
یک عضو هیئت حقیقت یاب رویداد بهسود میگوید که یکی از خواستهای باشندگان بهسود معرفی الاداد فدایی فرمانده پلیس میدان وردک و سارانوالی است. در همین حال شماری از وکلای پارلمان از بی‌توجهی حکومت در مقابل مردم مناطق مرکزی و امنیت شهرهای نمبر دو یا مسیر جلریز انتقاد میکنند و میگویند که مسئولین حکومتی احساس مسئولیت نمیکنند. مهدی راسخ نماینده مردم میدان وردک در پارلمان که از حامیان علیپور میباشد میگوید تظاهره ها حامی حکومت بوده و همواره از دولت افغانستان حمایت نمودند، اما متاسفانه حکومت در مقابل هزاره های بی توجه می باشد و حتی آنان را قط به قتل می رسانند، مثل که روز جمعه در بهسود یک فاجعه از سوی حکومت صورت گرفت. این اولین بار نیست که جنجال در مورد علیپور تلفات به جا می گذارد. در مایه میزان 1397 خورشیدی حکومت افغانستان امر دستگیری او را صادر کرد و نیروهای دولتی وی را در منطقه اسدآباد ولسوالی لال و سرجنگل ولایت غور محاصره نموده بودند که بعد از چندین ساعت جنگ علیپور از ساحه فرار کرد. در این درگیری 4 پلیس، 2 تن از افراد علیپور و 5 فرد ملکی کشته شدند، اما حکومت در تعقیب او بود و به تاریخ 4/13/97 نیروهای امنیت ملی علیپور را در دشت برچه کابل دستگیر کردند. دستگیری علیپور تظاهرات را در کابل در پی داشت که در آن 4 تن کشته و 13 تن زخمی شدند. در تظاهرات مشابه دیگر در بامیان 2 تن کشته و 10 تن زخمی شدند، اما علیپور چند روز بعد از بازداشت رها گردید و سند نشر شده در شبکه‌های مجازی بیانگر این بود که او در بدل تعهدات آزاد شده است. مقام‌های اداره محلی ولایت میدان وردک میگویند که علیپور و افرادش همواره برای مردم و حکومت مشکل ایجاد کردند. عبدالرحمن طارق والی میدان وردک میگوید اگر علیپور و افرادش خوب میبودند و با حکومت همکاری میکردند، چرا در حکومت جذب نشدند؟ در حالی که او یک ملیشه، فرد مسلح غیر مسئول و هر چیزی که نام بگذاری هست. والی میدان وردک میگوید که حکومت همواره تلاش نموده که امنیت شهرهای این ولایت را تامین نماید تا مردم به راحتی مسافرت کنند، اما هر ازگاه مشکلات پیش میآید. این در حالی است که 3 روز بعد از حادثه بهسود حکومت افغانستان یک هیئت با صلاحیت را که متشکل از 13 نفر به شمول 5 مقام حکومتی و 8 نفر از وکلای شورای ولایتی، بزرگان و باشندگان محل است، برای تحقیقات و بررسی حادثه به ولسوالی حصه اول بهسود فرستاده بود. دوستان عزیز، سپاس از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر می خواهید از تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید، پس چینل ما را سبسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.